مکاشفه فصل هشتم. هنگامی که بره هفتمین مو را باز کرد، نزدیک نیم ساعت در آسمان خاموشی برقرار بود و من دیدم که هفت شیپور به هفت فرشته‌ای که در پیشگاه خدا استاده بودند داده شد. در این وقت فرشته دیگر آمد و پیش قربانگاه استاد. او بخورسوز طلایی به دست داشت و مقدار زیاد بخور به او داده شد تا به همراه دعاهای همه ایمانداران مقدس بر قربانگاه طلایی پیش تخت سلطنت تقدیم نماید. دود بخور از دست آن فرشته همراه با دعاهای ایمانداران مقدس به پیشگاه خدا بالا رفت. فرشته بخورسوز را برداشته آن را از آتش قربانگاه پرساخت و آن را بر روی زمین افگند. آنگاه رعد و برق و صدای ترسناک برخاست و زمین لرزید. هفت فرشته‌ای که هفت شیپور به دست داشتند آماده شدند تا در آنها بدمند. اولی در شیپور خود دمید و جاله و آتش آمیخته با خون بارید و بر روی زمین فرو ریخت. ثلث زمین و ثلث درختان و همه سبزه ها سوختند. دومین فرشته در شیپور خود دمید، چیزی مانند کوه مشتعل به دریا افکنده شد و ثلث دریا به خون مبدل گردید و ثلث موجودات زنده دریا مردند و ثلث کشتی های آن غرق گشتند. سومین فرشته در شیپور خود دمید و ستاره بزرگی که مانند مشعل بزرگ و سوزان بود از آسمان بر روی ثلث دریاها و چشمسارها افتاد. نام آن ستاره خاراگوش بود و ثلث آب به زهر مبدل گردید و بسیاری از مردم به علت آن مردند، زیرا آب سمی شده بود. چهارمین فرشته در شیپور خود دمید، چنان ضربه به ثلث آفتاب و ثلث ماه و ثلث ستارگان وارد شد که یک سوم آنها تاریک شدند و ثلث نور روز و ثلث نور شب از بین رفت. آنگاه من عقاب را دیدم که در آسمان پرواز میکرد و با صدای بلند میگفت: وای 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 بر ساکنان زمین، زیرا که همکنون سی فرشته دیگر شیپورهای خود را خواهند دمید.